بیشتر صحبت می در این مورد با وکیل احمد سرحدی استاد دانشگاه کابل آقای سرحدی سلام با شما خوش آمدین به برنامه تشکر در مورد حاصلات گندم افغانستان گفته میشه که 16 درصد کاهش یافته می خواهیم بدانیم که دلیل این کاهش در چی بوده نحمده و نصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تزرعون سبع سنين دابن فما حسد فذروا في سنبله لا قليلا قبل از اینکه به جواب سوال شما بپردازم آیه مبارکه را که ما کردم مبین عزیز که گندم نقش اساسی خود در ردوار تاریخ در تاریخ بشریت داشته البته بالای صحت انسان، بالای تعلیم و تربیه، بالای امنیت بالای تمام مسائلی که به زندگی انسان ها ارتباط میگیره گندم نقش داشته خود طبعا کدام عوامل باعث کاهش گندم میشه؟ فاکتورای زیادی وجود داره که گندم پای... با اصطلاح حاصلش پایین میاره یکی هم آب است و عوامل تولید است که تخم بذری است و کود است و سامانالات زراعتی است و مارکت است و یعنی عوامل بسیار زیادی وجود داره که پایز ایش... کاهش حاصل میشه و اینکه که وزارت محترم زراعت رفرنس دادن که خشکسالی واقعا امو ارتباط میگیره با مسئله آب در صورتی که بارندگی نباشه برف نباشه طبعا یک محیط یا یک منطقه به خشکسالی مواجه میشه وقتی که به خشکسالی مواجه شد تمام نباتات مانند ما و شما چون موجودات بیولوژیکی هستند با آب نیاز دارن وقتی که آب کافی در مراحل مختلف برایشان نرسید بنان باعث کاهش حاصل میشه یکی از منابعی که بر افغانستان میتونه مهم باشه زمین های للمی هست که بیشتر کشت و گندم صورت میگیره میخوایم بدانیم که تا چه حد این عوامل میتونه در زمین هایی که للمی هست هم اثر گذار باشه خب طبعا یکی از بخش خصوصا تولید گندم ارتباط میگیره با کشت للمی و در سابق ما مقدار بسیار زیاده تولیدات گندم ما از با اسلام از بوده. ارقام نشان میده که در حدود مختلف از ده الی هفده فیصد ساعات به اصطلاح ما للمی کاری است و یک بخش از این گندم تشکیل میده و همو زراعت للمی در صورتی که بارندگی وجود نداشته باشه چون گندم للمی از آب باران تقضیه میشه یا آب مورد ضرورت خود میگیره و او بالای به امو تولید کاهش منفی می داشته باشه یا تاثیرات منفی می داشته باشه در افغانستان امثال خشکسالی ها وجود داشته یکی از علت ها هم این مورد گفته میشه اما می خواهیم بدانیم که حالا بر از که تقویت پیدا بکنه کشت گندم در افغانستان و ما بتانیم که تولیدات بیشتر داشته باشیم چه باید شد؟ خب قسمی قبلا تذکر دادم عوامل مختلف بالای تولید گندم تاثیر داره ا الدلله نسان برفها خب زادا بنهاجان بنها ما عملوثو ادامانموتندم اللمبب ناز ا نقنظرا فتو بلل هاث مخوببر اگر فرض کو دیگه تمام عوامل وجود داشته باشه تخم بذری خوب وجود نداشته باشه ما در زراعت میگیم که تخم نقطه آغاز زراعت است یعنی وقتی که تخم سالم ما بذر میکنیم تولید سالم میگیریم یکی از عوامل تخم است تخم باید ما تخم سالم وزارت زراعت تخم خوبه و دسترس دیقانا قرار بوده. و دیگه سامانالات ماشینالات زراعتی رو در دی اختیار دیقانه قرار بوده و یک موضوع عمدی دیگه است که او خود مارکت است متاسفانه در افغانستان با وجودی که ما شما چقدر نیاز به گندم داریم ولی مارکت خوب برای شاید بگین که در بازار خوب به با فروش میرسه مارکت فروش به منظور ما است که بر دقان مارکت فروش وجود نداره ما یک چیز را به نام کاست بنفیت انالیز میگیم در کاست بنفیت انالیز شما عوامل تولید را که به مصرف رساندین تمام مصارف خود محاسبه میکنین میسنجین و بالاخره تولید را گرفتین میسنجین بازی را از او منفی میکنین که چقدر به اصطلاح ای مثبت بوده یا منفی بوده در صورتی مثبت بوده دیقان فایده کرده در صورتی که منفی بوده دیقان نقص کرده ابو مصارف را که دیقان میکنه دوباره دیقان را به دست نمیاره به خاطر گندم در مارکت بسیار ارزان است گندم دیقان همیول 100 120 افغانی است ولی دولت گندم از قزاقستان و از کشورهای دیگه وارد میکنن 300 افغانی میشه پیشنهاد پیشنهاد ما برای حکومت افغانستان حکومت وحدت ملی باشه یا هر حکومتی که باشه بر از وای است که مشاور در خصوصا در قسمت گندم که یک استراتژیک است ای غندم نه تنور افغانستان نه بوت ستراتیژیکاست که د ټولو نړۍ نه بوت ستراتیژیکاست دا یو نقش اساسي ربه په مسؤلیت غذایی در په پایداري زراعت در کل غپا ای نقش اساسي ربه مشوق به اصلاح قایل شو مشوق به ای معنی که اونم غندم دیق غندم دیقونه دولت 300 افغانی خریداري وکنه ذخیره بکنه بار بر مستالکین پس به 100 120 افغانی به فروش برسونه ما فکر میکنم دولت دی قسمت نقص به خاطر نمیکنه که این از بیرون میاره اثر بیرون انتقال میته این از نظر اقتصادی برای افغانستان خوب است و هم آیا گندم که از بیرون به افغانستان آورده میشه با توجه به کیفیتش فرق بسیار زیاده با گندم افغانستان داره و در قسمت بها آیا مناسب تر است؟

برنجای مثلا ما برنج اول برتون میگم برنج افغانستان بسیار با کیفیت از نسبت به برنجای دیگه به خاطر از اینکه این عمو برنجای مالوکل لوکال میگیم معلم میگیم از نقطه نظر کیفیت بسیار زیاد بالاست ولی از نقطه نظر حاصل دیگه پایین است چیش پایین است ولی عمو قسم که شما سوال کردین گندم ما مو قسم است گندمای افغانی خوشبختانه که کیفیت بسیار بالا داره نسبت به گندمای که از بیرون وارد میکنیم معمولا در بیرون ها گندما ها سالای سال ذخیره میشه بازو رو برای ما شما روان میکنه هیچ چیزی خوبی خود برای کسی دیگه نمیده تولیدی که دا داخل صورت میگیره ای با مراتب با کیفیت تر است و اونو برادر رو میخواستم در قسمتش صحبت بکنم که وقتی که ما میگیم کیفیت نداره با در کدام لابراتوار تحلیل تجزیه دیز نیاز داره که در دا لابراتوار ببرید تحلیل تجزیه بکنی که این پروتئین از چقدر چقدر است دیگه مواد غذایی از خب چقدر چقدر خب خب است مورد در افغانستان وجود داره لابراتوار هایی که ما بتونیم تشخیص بدیم که واقعا کیفیت چگونه است منظور شما این بود که آیا این گندمای توریدی کیفیت خوب داره یا گندمای تولیدی خود ما شما ما همون تو قاطی براتون بدون لابراتوار میگم که گندم های تولیدی خودی ما و شما کیفیتش است تمام محصولات زراعتی ما و شما در قسمت خاک افغانستان تا چه حد مساعد هست برای کشت گندم در افغانستان؟ خاک افغانستان خوب چون افغانستان از نقطه نظر بایستالله اقلیم اقلیم قارعی است بسیار مناسب است برای کشت گندم یعنی اگر حکومت افغانستان حمایت بکنه از کشت و گندم در افغانستان آیا ما میتونیم که همه نیازمندی های خود افغانستان را مرفوع بسازیم و همچنان بتونیم صادرات داشته باشیم ارقام بسیار با کونه است یک وقت ام سازمان خوراکه جهان یک مطلب نوشته کرده بود که در صورتی که ما اگر توجه بکنیم مدیریت داشته باشیم برای اینکه وقت ما چون 25 یا چقدر میلیون انسان ما داشتیم برای این ما میتونیم که تولید بکنیم محصولات خود و برای 80 حتی برای 80 میلیون یعنی مازاد از این در حدود 55 میلیون انسان دیگر ما میتونیم تولید کنیم بله در صورتی که ما مدیریت داشته باشیم در صورتی که امنیت باشه یکی از فاکتورها امنیت است در صورتی که امنیت باشه ما میتونیم که هم خود تولید بکنیم صادرات تولید بکنیم نه تنها گندمه که بسیار زیادی از محصولات زیراتی می میتونیم تولید بکنیم ممنون از شما شکر. وکیل احمد سرحدی استاد دانشگاه کابل از حضور شما در برنامه. ممنون تشکر ممنون.